سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال مدرس. با ادامه بیف رضا پیشرو و زدبازی در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید. خب نایتا، قبل از این ویدیو ما ویدیوی لیلی هوزک رو در واقع واکنشی به ترک لیلی هوزک رو رفتیم و امروز هم که قراره بپردازیم به ترک منصفانه از علیرضا جی جی که فکر میکنم در واقع این مال اون زمان بود که علی اوج خیلی زنگ میزد و فش میداد و این ور اون ور و بد و بیرا و یه درگیری درست کرده بود با جی جی، یادمه که جی جی در واقع اومد اینو جواب بده که یه حالت دیس داد که بعدش هم دیسبکش و علی اوج البته آهنگ خانم جی جی بعد از این منتشر حالا ترک که شروع میشه الان با هم گوش میکنیم که اولش صدای باز تلفن زدن پیشرو به سبک همون اثر منفی که زنگ میزنه به سامون ویلسون، که یه سری گفتن که این اصلا ساختگی و صدای خود پیشرو نیستش و این تلفن ساختگیه، ولی خود مثلا پیشرو برگشته گفته باش که نه، این مال اون همون موقع است که من درگیر بودم با سامون ویلسون، یعنی این مال الان نیست و بعد 4-5 سال این اومده استفاده کرده اینو تو ترکش، یعنی این چیز بروز نبوده، این یه مسئله بوده که تموم شده ولی دوباره اومده سو استفاده در حقیقت کرده از اون وایسی که اون موقع ضبط کرده ازش. حالا بریم ما هم گوش کنیم ببینیم که چی قراره بگید از جی جی توی این ترک منصفانه. برو بریم. قبل اینکه به موزیک بپردازیم، اگر میخواییم ویدیو جدید ما رو از دست ندین، نوتیفیکیشن براتون بیاد، سابسکرایب کنیم کانال ما رو و زنگوله رو حتما بزنیم، کامنت انگلیسی بزنیم که حسابتون نریزه، و در کلیه فضای مجازی هم ما رو با هشتگ مدبس من و آنایتا رو میتونید پیدا کنید و فالو داشته باشین اگر دوست دارید. برو بریم. Monsieur JJ, vous aimez le massage? Un peu plus bas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner un verre de champagne, s'il te plaît? Un Dom Pérignon, ça vous va? مادر خراب، برو تو پیج دوم هم بگرد دنبال دیسه پیش. اگر تو در حد بینیستی که پیش منو فهم پیش ثابت. چونی؟ چونی؟ ما چرا لیل وینسکی میری؟ چرا قهد و لیل وینه در میاری؟ چرا شعرهای لیل وینه میخونی؟ چونی؟ چرا خودت نیستی؟ اوبی؟ آه؟ خواهی نری بشی و برداری؟ مادر عشقایی که بینی لیل وینه زده بقل چشاش به همون اندازه آدم کشته چی کار کردی؟ تو کلا منم نخوردی؟ مادر خب دیگه بسته دیگه ول نمیکنه. حالا یه دیگه 37 سنه فوش داره میده، بعد فوشش هم تکراری. خب فوش داد یو که چرا؟ خب بسته یعنی هی زنگ میزده فوش میداده حالا جواب نمیداده، نمیدونم رو انسر ماشینش بوده فکر کنم مثلا، یا نمیدونم. حالا هرچی که هستش اینجوری نشون میده که مثلا داره میگه که اونا زنگ میزن خوش مثلا فوش میدن، ولی من در حال به یه برام نیست ماساژ و شامپاین و اشوال و اینم تو فرانسه فرانسویش هم که من یه ماساژ فهمیدم، فقط ماساژ شامپاین یه شامپاین فهمیدم که یعنی من دارم ماساژ میدم، من اشوال هم دارم میکنم، اونا شما دارین خودتون رو گیر میدین مثلا. میدونی یه نگاه این بچه ریچاه مثلا آره، من که تو حالا خودم حالا تو هر کار مثلا اینجوری اومده بزنه دیگه، صد درصد. چون که اصلا تو خود کاور آهنگم نگاه کن، منصفانه رو با اس دلار نوشته، این 100% اومده که از این جنبه بزنه. حالا بیا بقیه‌اشو بزنیم ببینیم فوشا ان شاء الله تموم شده باشه. بعد دیگه شارژ داره اومد میشه.
خیلی هم عصبی شد. خوب یعنی شارژ چی از این مثلا تلفن کارتی بوده چی بوده؟ خوب یعنی موی اسمسی چیز نبوده حداقل خرج نمیکردی. خوب و این هم زنگ زد پلیس فوش شدی و این یه بارش هم اوکی ولی ولی صدای کی بود این آخری علی اوج بود دیگه نه؟ آره فکر کنم فوشش ببین بدبختی چیزی نیست که آدم بهش بنازه. مارو میبینی میگی نیستشی منصفانه. نه این زندگی نیست منصفانه. شبو میگی ای خدا چرا نیست منصفانه. نه این زندگی نیست منصفانه. هر دفعه با لحشه روی بیتم افتخار میکنم که کورسش رو استشنم شروعش رو کورسش باید باید کورسش که من تو یکم متفاوتی نیست برای کار دیگه جی جی نه با حال رو دوستشم. هر دفعه با لحشه روی بیتم افتخار میکنم که بچه خونگیم. آره چون بابام برده داشت. تو هم وضعت بهتر بود اون بابات برده داشت. حساب بانکی چی دیگه سنگینی انداختش این دقیقا اومده به نظر من از یعنی از این قشری دفاع کنه که بهشون میگن که شما بچه مایه این به خاطر پدر مادراتون. من فکر میکنم که مثلا پدر مادرتون داره میگه که اگه مایه پدر مادرمون دارن که خرج رو میکنن آقا بردن یه جا دیگه اگه تو هم بعضی بهتر میشد چون پدر مادرت ارزه نداشتن. من میگم حالا پدر مادر رو این بازی بزن کنار. این مال قبله اصلا کاری نده ولی بابام برده داشت. تو هم وضعت بهتر بود اون بابات برده داشت. حساب بانکیمو دیدی پولام خیلیه یکم. باید بیام سر کوچه‌تو من خیریه بدم. پس پیشی در نیا صدای مردی وقتی برای آلبوم فروختن گدایی کردی. آلبومت هم که وای وای بریدی بیتات یا دوزی بود یا که آنلاین خریدی. من با چهار تا دو فکر کنم چیزا میگه آلبوم دوران طلایی داره میگه. اون دایتی که میگه میدونید داستانش چیه؟ یکم به نظر من یکم حالا این مال اون سالا بوده ولی یکم لوس بازی مثلا دیس اینجوری نیست؟ آره دیگه. نه من اون دیسه رو میگم که آقا صبح تا شب فوش خارمادر میشینه مینویسن که به من بدن. نه اون نه این دیگه نه این که مثلا یه دیسه همچین من خودم کلا موافق این نیستم که دیش باید برنده باشه طرف دیگه. فقط به خاطر اینکه پول نداره دیسش کنی یعنی یه پانچلاینی باشه که تکون بده طرف. من اینو موافق نیستم ولی خب اون موقع گیر داشتن یعنی اونا دقیقا به پولداری اینا میزدن. خب اینا مجبورن در جوابشون به بیپولی اونا بزنن دیگه. خب من این همچین دیسی رو دوست ندارم ولی خب تیکه های به نظرم باحالی داره. حالا اصلا جدا از این بحث پولدار بیپولش تیکه های باحالی داره ولی من کلا موافق این مدل دیس کردن نیستم که فقط روی یه نقطه بزنی که فقط چون پول نداره تو پول داری. وای بریدی بیتات یا دوزی بود یا که آنلاین خریدی. من با چهار تا دختر میرم ایویزا و کن. تو هم تو نظام آباد میکنی سیویلا رو جن. جی جی با داف بوره رو آب. تو هم سر سفره ای با بوی جورا. جی جی سوئدی داره که بکنه توش. تو هم برو بره خانوم بگی کمپون گوش. ما رو میبینی میگی نیستشی منصفانه. نه این زندگی نیست منصفانه. شبا میگی ای خدا چرا نیست منصفانه. نه این زندگی نیست منصفانه. دور دور و عکس میاد میگه خوش به حالش. خب این زندگی نیست منصفانه. رضا بزا بگم حرفت به تخم ماه. چون این زندگی نیست منصفانه. شب های فیسبوک و امسن کرد کرد. تو مغزش فکر میکنه امنم هم هست. تو ویدیوش تو پاک تو دهه نه و کنسرتش تو هم جلو چه نفر بر بر دیگه رسم به همه علایق پیش رو زد دیگه مستقیم هم دیگه کار رسیده که مستقیم دارن دیگه هم دیگه رو میزن. مثلا این اشاره داره اون موقعی که احتمال رضا پیش رو هند بوده و رفته بود بر پاکساز خودم اینا این چیز که این داره یکی اجرایی میسته اجرایی کسی نبوده نمیدونم حتما یه اجرایی داشته اون موقع من روز رزه ندارم. تا اینجای داستان غیر این که مستقیم به هم تیکه میزنه یعنی این مستقیم داره به جه جه داره میزنه که
حالا یکی دو تا تیکه سنگین تا اینجا داشت. آره. من بعدم نمیدونم یعنی تیکه قشنگی بود، حالا یکی دو تا بود ولی من کروس کارا بیشتر دوست دارم. همینا می‌خواستم بگم چیزی که تا اینجا خیلی باش حال کردم تو اینجا تو این آهنگ، آره من کروس کارا کروسش بوده دیگه و این ماجیکو، آره که تو این کروس صداش میاد که داره همکاری می‌کنه. این تا اینجا کار واقعا کروسش دوست داشتم ولی بقیه‌اش یه مقدار تکرار بود. خب ما میدونیم اون خیلی چیز خفنی نبود، غیر از یکی دو تا تیکه‌ای که تو دهه 90 کنسرتش تو جلو شرف بعد آره حقیقتم البته اینه تلخه قورت بده مثل شربت سینه، حرفای منم نیش داره خب آره یکم، فکر نکن فقط بیت ساز شماره یکم، 40 سالت بشه میخوای دیگه دیس کنی کیو، پولتو بذار از الان به جا میکس و ویدیو، برای آینده خوانندگی نداره فایده، 10 سال دیگه زنت هنوز سوار پرایده، امروز بهتون زد بازی یه چیز قول داد، شاخشین تیر میاد طرفتون بشین خورداد، با حرفامون میکشیم ما. تیر میاد طرفتون بشین خورداد؟ یعنی خورداد داره میگه که همه با تیر میکشتن. آره فکر کنم به اون نشون بده یعنی چه تیر بیاد طرف میشین خورداد. یعنی به همون منظورش فکر کنم همه کشت و کش داره مثلا اینجوری یعنی میشه اگه یه حرف اضافه بزنی. یه چیز تیکه سیاسی هم هست که یعنی اونجوری که اونو قلقم شده اما قلقم آره دیگه میکنه. فکر کنم به این زد. من یه هم چیزی تو ذهنم میاد و این چیز دیگه ای چی نمیدونم اگه چیز دیگه ای هست چیزی میاد طرفتون بشین خورداد با حرفامون میکشیم ما تیری پاک هیروشیما ما رو میبینیم نگه نیستشی منصفانه نه این زن تیری پاک هم که دیگه همه بچه هم میدونم دیگه لغره پیش روی دوباره اینجا هیروشیما ما رو میبینیم نگه نیستشی منصفانه نه این زندگی نیست منصفانه شبا میگی ای خدا چرا نیست منصفانه نه این زندگی نیست منصفانه دور دون و عکس رو میاد میگه خوش به حالش این زندگی نیست منصفانه رضا بذار بگم حرفات به تخم ماه چون این زندگی نیست منصفانه. آره حرف آخر ببین دفعه منم تلفن بزنی بهم پول میدم همون دور و وریات دنگ اون سفانه نیست اون سفانه نیست ما هر جا میریم 2000 نفر میان تو 50 نفر هم نمیتونی جمع کنی حالا این اون سفانه هست جنگ ها میان و میرن چی داری میگی بابا صدای رضا پیشه رو داره بود. آره اینجا صدای پیشه رو داره بود. دیگه داستان قشنگ رفته رو مسخره کردن جایی که مثلا یه فکتی بیارن اینجا مستقیم داره میگه بخواد این تفسیر خاصی هم نداره مستقیم داره میزنه دیگه جنگ ها میان و میرن چی داری میگی بابا تموش. خب من گفتم نظرم و نظرم که بیشتر جنبه مثلا فام بود خیلی دیس قوی نبود اصلا به نظرم یکی دو تا تیکه باحال داشتش ولی من فکر میکنم که این تیکه ها زمانی باحال میشه که تو از اول تا آخر رو همین موضوع مانور ندی وقتی از اول تا آخر به پول دار و بی پول داری میپردازی خب اون دو تا تیکه اصلا نشون نمیده خودشو به نظرم و جذابیت این ترک برای من کورسش بود فقط برای من همینجور که بیتش باحال بود آره تو آنگا... خب خودش تو ترکش هم میگه که فکر میگه حرفام نیش داره فکر نکن فقط آره. بیت سازه یک ببین یه سری حرف رو میزنه ولی بیشتر مستقیم داره مثلا به طرف یعنی بیشتر مسخره میکنه خب اینم یه نوع دیس کردن اوکیه ولی موضوع اینه که به نظر من کورسش رو دوست داشتم و اگه من از اصلا واجبم نبودش که حالا اون اینتروه و اون صدای تلفونه و اینا رو باشه توش که دیوا اگه اشتباه نکنم این کار نمیدونم نمیدونم حالا اگه شما نکته توی این ترک پیدا کردین که ما اصلا متوجهش نشدیم یا به چشمون نیامد حتما برای ما بنویسین نظرتون هم حتما بنویسین در مورد این دیس جی جی ببینیم که نظرت شما با نظرت شما آشنا بشیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. برای که ویدیو جدید ما رو از دست ندین کانال ما رو سابسکرایب کنین زنگوله رو بزنین کامنت انگلیسی بزنین که حسابتون ویدیومون رو لایک کنین با دوستاتون به اشتراک بذارین و در کلی فضا